اومدیم یه چند تا ویدیوی اعصاب خرد کن ببینیم. سعی کنین که خونسردی خودتون رو حفظ کنین همین اولش. یه چند تا ویدیو از گیر دادن آدمای محجبه و اسلامی به حجاب دخترا و پوشش مردم، کلاً امر به معروف کردن مردم توی خیابون. درود، من پدرامیتو هستم و من سوگل هستم و خوش اومدید به کانال پدرامیتو. یک چیزی راجع به امر به معروف و نهی از منکر باید به شما بگم. این جمله در خودی خود چیز بدی نیست. میگه که آقا امر به معروف یه کاری بکنیم که طرف به چیزای خوب بره و از چیزای بد برحذرش کنیم، که آقا مثلا انگشت تو کیون مردم نکن، اذیت نکن، ولی این تا حدی که به کسی آسیب روانی، مالی، جانی، جنسی، جسمی، مغزی، روحی وارد نشه. اوکی، مثلا من میتونم بیام میگم آقا گیاهخواری کنید، ولی دیگه نباید چماق دستم بگم یا تو خیابون همه رو یقه کنم تو چرا گیاهخواری؟ بیا بس گیاهخواری شروع کن. نمیشه اینجوری. در همین لطیف باید گفته بشه که آقا این کار درسته. بعد دیگه دوره اعتقادات سر اومده، اعتقادات خوده پوشش دیگه پدی تو این دوره زمانه نباید ما به کسی کار داشته باشیم که چی میپوشه. بعد مثلا آدمایی که تو خیابونن، خب مثلا با شورت و سوتیان که دختره نرفته تو خیابون که خب اون بعد شورت و سوتیان میبینه دیگه، حالا مثلا مشکل داره، مثلا بچه میبینه اتفاق میفته یا لخت مادرزاد رفته که قربون فرانسه برم، شما لخت مادرزادم بری هیچ کی با کار نداره. من یکی دو تا ویدیو دیدم تو پاریس، یارو داره قشنگ جا کرده دیگه. بابا الان خیابون چرا جا کرده؟ اینو چیکار کرده؟ ما لب بگیرید. اوکی دیگه خیلی باحال پاریس. بریم آقا بیدرنگ شروع کنیم. اول مدرک تو بهم نشون بده بعد حرف بزن. فلکم هم رشتیه، من رشتیم. هر کی باشم بگو مدرکشو نشونم بده. اصلا برای چی وایستاده به من دارم؟ هر مار میگردی بلش کن بابا. چرا بلش کن؟ اتفاقا درست داره میگه، اتفاقا باید مقابله کرد. این داره درست میگه، بلش کن بابا. دنبال نه دو جا اینا رو برینی بهشون دیگه، دفعه بعدی گیر به کسی نمیدم. یا مثلا این خانومایی که توی اتوبوس این بر اون بر گیر میدن، وای اگه من اونجا باشم، آی اگه من اونجا باشم. من یه بار توی تهران سواری اتوبوس شده بودم، صندلی‌ها پر بود، آخونده اومد بالا، بعد منم اعصابم کیری نشم بودم، برگشتم بلند بلند گفتم حاج آقا، هیچکی جاشو بهش نمیداد. اولا یارو وایساده بود آخونده، هیچکی بلند نشد اون بشینه با اینکه پیرم بود. بلند بلند گفتم که آجی آقا اگر 50 سال پیش بود خود من بلند میشدم جامو به تو میدادم، ولی انقدر دهن مردم رو گاییدین، انقدر کون مردم رو پاره کردین، انقدر دروغ گفتی، هیچ یازر نیست جاشو بده بهت. همه پوزخند، یکی رفت زیر صندلی، یکی بعد یه دونه اونجا یه خایماله سری بانش آجی آقا بشین. گفت نه پسرم بشین. ایسکای بعدی آجی پیاده شد، یعنی انقدر فشار سنگی بود، جو تخمی بود، پیاده شد. برینید بهشون. آفرین، باید برینید بهشون. چیکار داری تو؟ به تو چی اشکال داره؟ با تو کاری داشتم، به تو مزاحمت ایجاد کردم، به تو مزاحمت ایجاد کردم. مشکل داری تو الان با این قضیه؟ چی؟ ربطی به هیچ چی نداره. این واسه منه، کشور منه. بفرما آقا برو، بفرما برو، ترافیک نکن اینجا، مردم آشتی نکن. ببین همین دیگه میگم، تو همه جا من این همین میگم، رشتی ها کار درست خفن. ببین تو رشتی هم آدم بیشور پیدا میشه، آدم باشور پیدا میشه، تو لورا همینطور. جالبش اینه که وایساده ترافیک درست کرده که زر مفت بزنه که تو باید به جمهوری، حرمت جمهوری، آره تو حرمت مردم رو نگه نمیداری، تو خیابون اینقدر وقتشون رو گرفتی که وایسی زر مفت بزنی، راجبه چه حرمتی صحبت بعد نگاه میکنی اکثریتشون هم همون نسل 20-40 جمهوری اسلامی هم نیستش، حرمت جیرشه که داره میگیره، مگر واسه هیچ چیزی اینا حرمت قائل نیستن. خودم مریضم هستن دیگه، دیکتاتوری دارن، حال میکنن،
که گیر بدن به یه چیزی. مثلا من و تو تو خیابون آشغال میبینیم جمع میکنیم میندازیم تو سطل آشغال، دیدی چه حسی بهمون دست میده؟ آها من چه آدم خوبی هم. یه آشغال برداشتیم مثلا درخت میکاریم، مثلا من و تو درخت میکاریم احساس خوب بودن بهمون دست بده، آشغال رو زمین میذاریم تو مثلا یه حسی بهمون بگه آه من خیلی آدم خفنی هستم. اون به مردم گیر میده تا حس اون حس رو داشته باشه. فرقش اینجاست واقعا. ببین با دیدن این ویدیو ما روح و روانمون به هم میرزه. ببین مردم دارن چی میکشن تو این کشور دست اینا. به خاطر خودت مثلا خواستی کار خوب بکنی، ببین چه ترافیکی کردی. من چرا بچه دخترم کنم؟ چرا باید معذرت خواهی کنم؟ چرا باید معذرت خواهی کنم؟ بابا قانون، خب یه زمانی بردهداری هم قانون بود، ولی نمیشه چون قانون میگه که روسری بذارید همه بزن. مثلا اون زمانم کشف حجاب قانون بود، اونم به همین اندازه تخمی بود دیگه. بابا البته یه چیزی بگم راجع به همین خانمایی که اینجوری میکنن، یه چیزی که هست خیلی هاشون اصلا شاید نه حقوقی میگیرن نه چیزی، فقط به خاطر اون اسلام است و اون ایدئولوژی که بهشون خوروندن این کارو میکنن. و این همی که پلنهای جمهوری اسلام که الان میبینی همین دو نفر دارن بحث میکنن، مشاجره دارن و اصلا همون فضای منفی است که با چی درست شده، با این تفرقه اندازی بین با حجاب و بی حجاب ایجاد کرده. و دیگه فکرشون به این نمیره که پول نفت و گاز داره بلدن. میره کجا خرج میشه. فقط همین تفرقه اندازی بین با حجاب بی حجاب، بین زن مرد، بین استقلالی پرسپولیسی، کل یعنی این پروژه رو داشت خیلی ولی خوب شده. قبلا ما کلی جوک میشنیدیم که یه روز رشتیه، یه روز قزوینی، یه روز فلانی، یه روز بیساریه، الان حذف شده. خیلی خوب شده، خوب داره میشه. نه داره درست میشه، هی داره بهتر میشه. ببین کسایی رو من میشناسم وای الان من اونجا بودم دو تا فرو میکردم چیزی. باز خوبش اینه که مردم جلوشون در میان، میدونی اینا چون قانون پشتشونه که انقدر لاتبازه در میان. در میانه مشکل اینه که خیلی راحت میتونن واسه بقیه مزاحمت ایجاد کنن و به این اسم که خب قانون اینجوریه هر کاری که دوست دارن. به همه شون هم زشتن دیدی؟ بندگان خدا اکثریتشون لازه فیس و پوش، مثلا بگردی پیدا نمی کنی یه دونه هنرمند توشون. دقیقا مستاق بارزش میدونی کجاست؟ قاسم کتلت رو زدن پرپر کردن، یه دونه مجسمه خوب نتونستن اینا درست کنن از قاسم، همش مجسمهش کرد آخر سر خارج سفارش دادن. چرا؟ چون مجسمه سازای داخل هیچ کدوم که تن به این کار ندادن، خود بسیجی ها و سپاهی ها هم اونقدر هنر و شعور ندارن، توشون یه دونه مجسمه ساز پیدا نمیشد که یه مجسمه خوب درست کنه. تمام مجسمه هاش کج و کله و عقب افتاده و تخمی بود، یعنی پیدا نمیکنه توشون که یه هنر، یه مهارت درست حسابی داشته باشه، زبان انگلیسی بدونه، نمیدونم زبان آلمانی بدونه، هیچی گاف. حتی اون قرآن و عربی هم بلد نیستن، مگر اینکه عرب زبان باشن، مال جنوب باشن که فکر نمی کنم عربو هم بسیجی بشن. آفرین مرسی. اون بگیره جنده کشش کنید به خدا. شما واسه چی فوش دادی؟ و همش اینجا سریع تلفن نمیان. میرم مامان هم به بابام بگم بیان، منظورم بهتون نمیرسه، خدا بگم بگم یکی بیان. همش اصلا تا که اینا مردم میتونم بشه الان سریع گذارم. ببین از همین نسل تمام بسیجی ها تو سری خور بودن سوگل، یعنی چون تو سری خور بودن، چون از اون قشری بودن که بی ارزه بودن، تو مدرسه اذیت بودن، تو بچگیشون تو سری خور بودن، بی دست و پا بودن، میرن میچسبن به بدنه سپاه و بسیج که یه اعتباری بگیرن، یه بیسی میدن آبه بیسی مهم دادن، من چقدر قوی هم، شدم چقدر خوبه لباسم، رفتم توی تیم قویی که موشک داریم.
خب برو. همی که هر که حرمت میکنی خوشه. برو دنبال زندگی. به تو چه شماره ماشینه من چیه؟ خب بگیرید من نمیدونم 20 نفرید بریزید جنده کشش کنید بابا. آره الان این کار لازمه. جواب دیگه بس دیگه. چون 40 سال دارن زور موتا خوب حرف میزنن. میگفت آقا من 5 6 سال پیش بود مثلا بنر سوزوندن جواب بود، ولی الان دیگه بنر جواب نمیده. اونا پیشرفت کردن، اونا دارن خفن‌تر عمل میکنن، ما هم یه خورده خفن‌تر عمل کنیم. بعد سر این جریان چیز سر این داستان قاسم فتح‌اللهی که یک شخصیه، یک فرمانده بسیجیه که زدن پرپرش کردن، خونساسازیش کردن. اول که میگفتن کار مردمه، کار یعنی پارتیزان هست. بعد دیدن او این اگر به پیچه همشون میرینن که او بالاخره میان سراغمون. گفتن نه کار خودمون بوده، کار سپاه بوده، از دستورات نافرمانی میکرده، سرپیچی میکرده، بر علیه نظام عمل میکرده، ما هم زدیمش که هم بقیه بترسن که نباید بر علیه نظام ریزش داشته باشید، همین که بگن نبا پارتیزانی، ما پارتیزانی وجود نره. بنابراین از پارتیزان ها خواهش میکنم که یه اعلام بکنن که میخوان چیکار، یعنی مسئولیت رو یه جوری ثابت کنن که ما اینو زدیم، خونسا کردیم، فلانی و کار ما بوده نه سپاه. ریزش شدید خواهند. آره پشماشون میریزه، چون میگن ما نمیتونیم دیگه بریم تو جامعه. آره. نمیتونیم پا بذاریم، اگر بزنیم میزنن. خوبه این حرکت، خیلی حرکت خفنی، ادامه بدیم. البته این مال قدیمه فکر میکنم، اما الان دیگه همه جوار گنا دیگه نمیتونن گیر بدن دیگه، افسار گسیخته شده این داستان، دارن میمیرن، دارن دیخ میکنن. حجاب نیست، تو دزدیه. آفرین 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 چند سال مملکت رو بالا کشیدیم. مردای شما دزدی میکنن، مردای ما دزدی نمیکنن. آفرین بعد با زمان شاه خیلی بهتر بود، انقدر دزدی نبود، انقدر حتی انقدر بیدین نبود، انقدر اذیت کردن، اسلام ستیز نبود، خیلی مردم اذیت کردن. خود اسلامو اینا پاره کردن، خود اسلامو ضعیف کردن، ریشهشو سوزوندن تو ایران. چون مثلا من این همچین تصویری رو میبینم که مثلا اون داره به خاطر مثلا من بی‌طرفم این واسه، مثلا نه اسلام مهمه، هیچ کاری ندارم، ولی وقتی میبینم که این خانم به اسم اسلام داره اینجوری اعصاب بقیه رو به هم میزنه، من هم از اون حالم به هم میخوره، هم از اون دینش حالم به هم میخوره. آفرین. دقیقا اینا همین کارو هر روز و هر روز دارن میکنن و همین شده که اکثر ایرانی‌ها متنفر شدن. من از شما عذر میخوام، ببخشید ببخشید، سال 2019 شما عقیدتون مال 40 سال پیشه، به من ربطی نداره. احترام سال نمیشناسه، ارزش برای شما احترامت رو نگه دار، سر تو کار خودت باشه. تو با من حرف نزن، برگردم با شرف خانم محترم. اگه یه لحظه اجازه به من بدید، ببینید 100 نفر اینجا نشستن، اگه به احترام کسی توهین میشد همشون به ما گیر میدادن.
یه لحظه اجازه بده شما، یه لحظه شما اجازه بده. درست نشسته. کسی نمیخواد بگه. آش خانم. عزیز دل من، تازه ازدواج کردیم، میخوایم بغل هم دیگه بشینیم. میخوایم هم دیگه رو بغل کنیم. تو خونه تو مگه فقط بغل کردن جا داره؟ بله. بله. شما فکر تو من حرف فکر تو مثل توتی میمونه بابا. یا ویل کن سو گفتیم ریاکشن رو بیشتر شد. نه اتفاقا خوبه، من اولش چون مثلا اینا رو میبینم روان هم به هم میرسه، ولی الان نیاز داریم که یه خورده عصبی بشیم، میدونی چی میگم، یه خورده شل کرد. نه خوبه اتفاقا این احساس، این تنفر نسبت به اینا خیلی خوبه. فقط همون مسئله است به من ربطی نداره. همین دیگه هست، ناراحتی پاشو بذار تو عوض کنیم. آفرین آفرین، درستش همین. نه اینا واسه اینا گفتم انقدر شاخشون نمیکشه چون قانون پشتشونه دیگه. آره آره، وگرنه بذار دو روز دیگه. البته ببین اینا سیستمش همینجوری بود. مادر بزرگ منم دقیقا مثل همینا کیری بود، خدا نیامرز همش به ما گیر میداد. مثلا میومد من همش میترسم ازش که چرا شلوار پوشیدی، چرا اونجوری نکردی، چرا اصلا یه چیز اسلامگرای کیری بود، اصلا حال نمیکردم باهاش. وقتی مرد باور نمیشه، مشروب خوردم چش گرفتم ریدم تو قبرش. والا به خدا خیلی کیری بود، خیلی کیری بود مادر بزرگم. بعد مادر بزرگم الان یادم افتاد، فقط به ما گیر نمیداد، قشنگ یادمه تو خیابونم به همه گیر میداد، کلا آدم گیری بود. بعد فکر میکنم خیلی آدم خفنیه. بعد آخرای عمرش مشت مشت قرص میخورد، انقدر که هرس اینو میخواد که اون چرا اینجوری حجاب نداره، چرا اون اسلام رو رعایت نمیکنه، تو چرا قرآن نخوندی، تو چرا شلوارک پوشیدی. به شلوارک پوشیدن ما چهار تا پسر بودیم تو خونه، میگفت شلوارک نپوشیدید پاهاتون معلوم باشه. بابا همه اون پسریم، همه اون یه خانواده ایم، تو چی میگی؟ میومد خونه ما، ما باید شلوار میپوشیدیم، نمیتونستیم شلوارک بپوشیم جلوش. من نکشیدم، امسال تو کشید. آها اومد رید توی کار عروسی انداختنش بیرون. آره آفرین، پیرن قرمز زد دهنشو سرویس کرد. درستش اصلا اینو نگاه میکنی، اینو با شادی مشکل دارن، با زیبایی مشکل دارن، با شادی مشکل دارن. چون گفتم خودشون آدمای افسرده و تو سری خوری بودن از بچگی و آدمایی هستن که صورت و سیمای قشنگی ندارن. خیلی اشتباه، اصلا نگاه کنید تمام فرهنگشون که اصلا ما از اسلام داریم اینه که عزاداری، فقط بزنیم تو سر خودمون غم زنی کنیم، گریه کنیم، خونریزی کنیم، همش توی فاز منفی و بد باشیم و افسرده باشیم هممون متاسفانه. خب ادامهشو بریم. و زشت باشیم. و زشت باشیم که با اون که زشتی اونا به چش نیاد. اینو باید بهش تجاوز کرد. مناسبه. مناسبه. چرا قانون رو زیر پا میگذارید بعد میگید دخالت نکن؟ خودت دخالت میکنی شما، بعد قانون رو زیر پا میگذارید. چرا قانون رو زیر پا میگذارید؟ خبر رو نده. یعنی چی؟ شما قانون رو زیر پا میگذارید. قانون مملکت رو زیر پا میگذارید. مزاحمت شما کجا هست اصلا؟ یه یا مسجده یا زیارتگاهی چیزیه به نظر میرسه. خب این دختر اصلا نباید بره اونجا دیگه، میری اونجا خب انگل اونجا زیاده دیگه که به تو گیر بدن. آقا من یه چیز عجیبی با راجب خدا این وسط سواله واسم. ما خدا رو شکر تمام دیندارا معتقدن که یه خدا داریم، یعنی 5 تا خدا یا 3 تا 2 تا خدا نداریم، یه دونه خدا داریم. این خدای کسخل مسخلی چیزیه؟ چرا به محمد گفت جمعه ها عبادت کنید، شراب نخورید، 4 تا زن بگیرید؟ بعد انقدر کسمغزه یادش رفته که به عیسی گفته آقا یک شنبه ها هالیدیتونه، روز عبادتتونه، شراب بخورید تو کلیسا، هر زنم فقط باید یه دونه بگیرید، نگیرید خود پیغمبرش که اصلا زن نگرفت، نگیرید هم بهتره.
بعد باز انقدر کسمغزه که یادش رفته به موسی گفته شنبه ها روز عبادتتونه، اصلا قوانینش به هر کدوم یه چیزی گفته. این فکر می‌کنم یه مشکلی، این خدایی یه مشکلی داره. فقط هم به محمد گفته حجاب باید رعایت بشه. بعد باز از یه طرف دیگه انقدر کسمغز این خدا که سیستمش اینجوریه، توی آیه 23 نساء اومده میگه، دقیقش یادم نیست ولی مضمونش اینه که میگه آقا زنان غریبه بر شما نامحرمن مگر اینکه شوهرای اونا رو تو جنگ که بر علیه خدا و محمد جنگیدن شما کشید میتونید تصاحب کنید. من باز یه سوال دارم، ببین من خدا، خب من تمام بنده ها رو یه نفر من درست کردم دیگه، چرا یه نفرشون رو خیلی دوست دارم؟ میگم چون تو پیرو سوگلی، من تو رو خیلی دوست دارم. بعد اون یکی که من درستش کردم میگم نه تو باید، این باید تو رو بزنه بکشه. بعد کسخلم اینو درست کردم که این یکی بزنه اونو بکشه. من که میدونم، میگن خدا میدونه آینده و قبل و سرنوشت و گذشته و تو چی کار میکنی، چی بر همه چیزها آگاهه، بر همه چیز آگاهه. خب من انقدر کسخلم که میدونم این کافر میشه منو، مثلا من پوفیوزو نمیخواد پرستش کنه، چرا به وجودش آوردم؟ بچه به خودم یعنی نمیتونم یه ویروسی بفرستم بزنه بکشه، حتما باید یکی دیگر رو شخ کنم بکنه تو کونه اینو بکشه، نه تو برو اینو بزن بکش چون این منو عبادت نمیکنه. و من میدونستم که این منو عبادت نمیکنه، کونم خارید اونو درست کردم که این منو عبادت نکنه، تو رو بفرستم اونو بزنی بکشی. چرا؟ چون اون منو عبادت. خب دیگه، خب یه چیز تخمیه دیگه اصلا. ساعت درسایی اون حق نداره به تو دست بزنه، تو چه تو حق داری به بقیه بگی چیکار کنن چیکار نکنن؟ چرا بهش تجاوز نکردی همونجا؟ صاف کن میرسه. مردم جواب میدن و اکثریت دیگه مردم جوابشون میدن بخاطر اون لباسشون، فکر میکنن خدان. آره دیگه، هر کاری دوست دارن میتونن بکنن. لباس ما لباس پیغمبره آخه، کسکش اون زمان یزید هم همین لباس رو میپوشید، ماوی هم همین لباس رو میپوشید، مردم عادی اون بقاله هم همین رو میپوشید، عربا چیز دیگه ای نمیپوشید. هنوز که هنوزه لباساشون یکیه، بعد از 1400 سال هنوز همون لباس ها رو میپوشن. آره نسی هم باشی لباس پیغمبر گسکش بعد 1400 سال هنوز همونو داره، عربستان همون لباس دارن میپوشن. اینا با نیروی مردم میشن، دست به مردم میشن، به مردم میشن، به فرده خودشون میشن. آقا من آشغال تو میگم هر سه مورد کار چی میگی بگو بوده، من یه سیاره داده چی برای گفت بایدی چی سفر دی آشغال بگو این تو که چه تو بگو 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 بزن ننه آخو اونا رو. آقا اون یکی ها چرا هیچی نمیگن؟ اون تازه سنش هم بالاتره. دوستی دیگه بابا. پدر دوز نبوده، کسکش بوده، اینه اون خودت. وای اصلا موندم، همسن باباش بود زد با اون لباس، تازه روی واقعیشو نشون داد که چه حرومزاده هزار پدریه ها. دقیقا اینا اثرات چی؟ انقدر مادراتون هی میرن صیغه های آدمای مختلف میشن، معلوم نمیشه از کدومی انقدر ترکیب میشین، اصلا یه چیز اتزاری. خب دقیقاً همینه دیگه، یکی از عقده هایی که میگم بچگی دارن همینه، مامانا خرابه، بچگی میبینه مامانش خرابه، عقده میشه، هی سیستمش به هم میزنه، میگه برم عضو چی بشم؟ یه سیستم فاسد به اسم آخوند و روحانیت و بسیج سپاه. بعد دیدن داره پیره مرده رو میزنه، هیچکی نزد تو گوشش که آقا این اصلا بزرگتر، خجالت بکشید، احترام هم سرشون نمیشه. آها تو بودی داشته به من شعر رو بهم گفتی آخونده
بچه ها این پیج افشون مال با نظامه. اگر منو یه چوسه قبول داری این پیج ادساین افشون خیلی حروم زاده است، در همین حد میتونم بهتون بگم. خب خود مملکت اومده باقر من به من میگه اینقدر کیر دارم کسکش خاره تو میگم آقا دمت گرم، آقا دمت گرم، من فرمانگار کرج آقا دارم از از فیلم میگیرم خرم کاره لباساشا نگاه کن میخواد از از دارم فیلم میگیرم بریم بریم بیا نه باشتا بیا بشین تو ماشین من بیا بشین تو ماشین من بارو من ماشین اینو میارم بیا بشین تو ماشین من نشون بده حروم زاله ببین بیا بشین تو ماشین من بگم خونه مملکتی مثلا تو ماشین من بگم تو مادر اینا رو بگم بزنی دیگه مادر اینا رو بگم ببینی از خودت بیا پس بیا خوارتو میگم حروم زاده تو خونه مملکتی مادرتو میگم حروم زاده آفرین آفرین رفتار درست و آخون همینه نباشد چنین موجودات پس فطرتی بابا واقعا آدم اگر بخواد به معرفت و انسانیت برسه بدون دینم میرسه بدون آخوندم میرسه، اصلا نیاز نیست یک کسی بیاد بهت بگه که آقا نزن دست اینو نشکن، به قلب این آسیب نزن، روح اینو از بین نبر، پولش رو ندزد. بابا سگ ما میدونه، سگ ما میفهمه، مثلا یواشکی میاد یه چیزی از رو سفره میدونه داره دزدی میکنه، کارش اشتباه میدوزه میدوه فرار میکنه یه جا میدونه داره اشتباه میکنه، سگ میفهمه، بعد آدم نفهمه کدوم کار درسته کدوم کار اشتباه. آره و یه چیزی که هست میخواستم حالا ویدیو خور اعصاب خورد کنم راجع به چیزی میخواستم صحبت کنم، من واقعا نمیدونم که شما کی هستین چند سالتونه کجایین، ولی اگه تا الان احساس میکنی اون چیزی که باید نشودی از خودت ناامیدی احساس بکنی که پیشرفت نگری واقعا خودتو مقصر ندون. یه شباهتی که ما با گیاه داریم اینه که گیاه مثلا وقتی رشد نمیکنه نمیتونیم سرش داد بزنیم که تو چقدر بی‌مصرفی، چرا رشد نمیکنی، چرا انقدر به درد نمیخوری. خب شاید اون خاک مناسبی نداشته، آب و هواش خوب نبوده، نور کافی نداشته، آفنی. آب بهش نرسیده، بذرش خوب بوده و ما هم همینیم، توی شرایطی هستیم که نمیتونیم رشد کنیم. ولی یه فرق بزرگی که با گیاه داریم اینه که ما میتونیم حرکت کنیم، ما میتونیم که اون محیط زندگیمونو بسازیم اونجوری که بتونیم توش رشد کنیم، نه خودمون، هموطنمون، کشورمون، بتونیم هممون توی محیط با هم رشد کنیم، بزرگ بشیم، شکوفه بزنیم. و الان فرصتش پیش اومده که با اون اتحادمون بتونیم که این اتفاق رو رقم بزنیم. تو خیلی سکسی شدی توی هر وقت میدونی من فیده فیدیشم چیزه دانشه چرا خدا حرفای قفن ندن شرط تو خونه راست میگی شرط مهمه جب شرط واقعا مهمه درست میگی. اصلا همه ویدیو ها رو آدم فکر کن هر روز اون محیط باشی تو مگه میتونی پیشرفت کنی یا مثلا یه اختراعی بکنی وقتی همه ذهنت درگیر این چیز هست. تمام حالت این آخونده لایک و کامنت و سابسکرایب و کامنت انگلیسی فراموش نشه. این ویدیو رو هم نگاه کن، گفتم آخرش یه خورده جبو شاد کنم که